ای جان، چه بودیگارد خوشتیپی هم داره عرشی ها. لیلا اوتادی، هنرپیشه سینما، تلویزیون و تئاتر، متولد مرداد سال 62 در تهران می باشد. وی دانش آموخته کارشناسی معماری در دانشگاه تهران بوده است. لیلا اوتادی کار خود را با فیلم سینمایی چشمان سیاه ساخته ایرج قادری آغاز کرد، اما برای اولین بار با سریال مهرماه به کارگردانی سید فیاض موسوی دیده شد. در خبری باشگاه خبرنگاران، وی را برای دریافت 75 میلیون تومان برای 25 روز بازی در فیلم پیتزا مخلوط گرانترین بازیگر زن سینمای ایران نامید. اما لیلا اوتادی در اردیبهشت سال 92 با حضور در برنامه تلویزیونی هفت بیان داشت که شایعاتی مبنی بر اینکه من گرانترین بازیگر سینمای کشور هستم گاهن در فضای اینترنتی منتشر می شود که صحت ندارد و عده‌ای به دشمنی قصد دارند مرا گرانترین بازیگر سینمای ایران معرفی کنند، در صورتی که این امر درست نیست. به نظرم این حرف ها شایعات اینترنتی بیش نمی باشد و تنها از جانب دشمن شکل گرفته است. لیلا اوتادی نخستین کتاب خود را در قالب مجموعه شعری با عنوان در بهشتی که کلاغی نیست مترسک هم نیست در زمستان سال 93 به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر کرد. اوتادی در خصوص کشف استعداد بازیگری در خود گفت: حدود 5 یا 6 سالم بود که جلوی آینه می ایستادم و بازی می کردم و از همان زمان دوست داشتم بازیگر شوم، چرا که هنگامی که تنها 7 سالم بود خسرو شکیبایی برای انتخاب بازیگر در فیلم کیمیا به مدرسه ما آمد و من را برای این نقش انتخاب کرد، اما پدرم اجازه نداد. تا دوره دیپلم چندین بار این اتفاق برای من افتاد، اما پدرم راضی نمی شد. تا اینکه بعد از اخذ مدرک دیپلم پدرم را راضی کردم. نظر شما درباره این بازیگر چیست؟ کدام فیلم آن را بیشتر از بقیه دوست داشتید؟